یه کلاق ساده و خوشقلبی بود که فکر میکرد خیلی خوش صدا است چندی پیش حمیده شاشراقی عزیز به سال آب میاد یه حرکتی توی یوتیوب میزنه و پیج یوتیوب میزنه به اسم رپ گوز متال که میاد ترک هایی که حالا خودش دوست داره تو رپ فارسی و از آرتیس های مختلف و ها به صورت حالا رپ میده ایده ایده, ایده ایه که سال هاست تو کشورهای مختلف داره انجام میشه یه داستان مارکتینگ درست و حسابی واسه برند شخصی خود حمید میتونه باشه و باعث وجود آمدن کانکشن میشه و خیلی کلا در دراز مدت میتونه به نفع حالا آرتیستایی باشه که دارن اینجوری کار میکنن و خودشون رو خیلی نزدیک و نزدیکتر میکنن با حالا موسیقی مینستریم می تر که حالا همون هیپ هاپ در سرسر سر دنیاست و از اونجایی که ژانر متال تو ایران طرفدارای نسبتا کمی داره که حالا به صورت هاردکور بهش گوش بدن و خیلی ها متال رو دوست دارن ولی اونطوری دنبالش نمیکنن اونطوری خودشون متال هد نمیدونن که اتفاقا به همینم می میرسیم که اصلا چرا یه همچین چیزی وجود داره و چرا الان متال هد بودن یه بار منفی داره یعنی از نظر آدینس حداقل کامل کامل به این داستان میرسیم تو این ویدیو همین چند تا کار با ویژوال تصویر تو یوتیوب میده بیرون اتفاق با پشت صحنه هم منتشر میکنه که حالا یه سری از کارا رو توی خونش ضبط کرده و حتی مثلا خانم حمیدو میبینید که یه سری جاره داره فیلم میگیره همه اینا هست تو یوتیوب خودش نوید از اینو میده که حمید عملا این حرکت داره خیلی جدی و جدی دنبال میکنه و میگه فکر مارکتینگ خیلی خفنی پشت این داستانه و در دراز مدت شدید دن جواب میده یه همچین چیزی میرسیم به ریلز آخری که اینا تو اینستاگرام منتشر کردن و پست آخری که تو یوتیوب گذاشتن امید شاهشراقی با احسان ایمانی یه کلابریشنی انجام میدن که خفن ترین گیتاریست های ایران احسان ایمانی دیگه همه تو میدونید بارها بارها به احسان صحبت کردم و میان ترک هزار مراد هیدنو کاور میکنن بریم ببینیم چیزی که تو اینستاگرام منتشر کردن و بعد, بعد کامنت ها رو بخونیم و راجع کامنت ها و یه سری شخصیت هایی که کامنت گذاشتن صحبت کنیم من خیلی وقت پیش ویدیوی درست کردم رو آجاب محفظون یه دختر ایرانی که روی سن واسه سپتیک فلاش واسه یه مونسپل اینا رفته رخصیده و ویوهای خیلی عجیب و غریبی هم خورده و همین داستان هم کمکش کرد که بند خودش رو بزنه حالا با موزیک عجیب و غریب بعدی کم بدی هم که حالا دادن به نظر من ویو خوبی گرفته نس... صرفا به خاطر اینکه حالا یه اسم درستی در کرده توی این سین به عنوان کسی که میتونه با روی موسیقی متال برخصه و این یکی از کارهای خیلی خفنیه که بچه مثلا انجام بدن که آقا مثلا بیان یه ترک ترند از مراد هیدن رو کاور کنن اینکه ترک خوب در یا یه بحث دیگه یه اون بعدن صحبت میکنم که حالا یعنی انتقاداتی که از خودم به ترک دارم چی و اینجور چیزا کاری نداریم ولی حرکت های مثبتی که تو همین ویژوال تصویر ما داریم میبینیم چیز خفنیه من کلا از هنجار شکستم خوشم میاد از کاری جدید خوشم میاد حالا کاری جدید و سینما این کاریه که سال هاست انجام میشه ولی اینکه یه همچین جرعتی که بچه دارن که یه همچین کاری کنن و نشون بدن به یه جماعت بی مغزی که الان کامنت ها بریم میبینیم اود شرکت رو به جلویی که بچه انجام دادن و اووردن بلیدنسر روی کار متال به شدت کاری درستیه و اینکه کارم ملودی شرقی داره یعنی حالا سراغ کامنتا میریم ولی یه کامنت دیده بودم که مثلا موسیقی متال چه رفتی به این داستان داره و فلان و اینا ملودی شرقی داره و عملا میخوره با اون دنسی که حالا این مدل داره انجام میده در کل یه تیکر رو ما دیدیم اگه دوست دارید کامل این ورژن رو ببینید لینک تو دیسکریپشن هست میتونید به سری بهش بزنید خیلی سفت میریم سراغ کامنت ها سمترین کار در موسیقی متال و راک اووردن یه به اصطلاح داف برای دیده شدن توقعی ندارم من الان بفهمم یه سری و بدیکور چیه و اونور چه تأثیری داره میذاره بدیکور رو من راجبش صحبت کردم تو اون حالا کانتتی که واسه نیک درست کرده بودم به نظر خودم بدیکور چیز مزخرفیه خب هم نه اینکه چیز مزخرفی باشه چیزی که در یه مقدار زورچپونی میشه ولی اون داستان خیلی فرق میکنه با اینکه یه مدل یه بری رو بیاری. این جوری صحبت کرده سمترین کار در موسیقی متال راک کار در موسیقی راک و متال ایران اینه که مخاطبی که سواد هیچی نداره به روز اصلا پیش نمیره و صرفا چیزهای محدودی که به گوشش خورده نگاه کرده و این نتیجه گرفته کل جان رو به واسطه اون قضاوت کنه سمترین چیز وجود مخاطب بیشور تو این سینه نمونش همین کامنت و کلی کامنتی که الان میخواییم بخونیم و اما میرسیم به یک کامنت های محبوب من و کسی که میریم تو پیج خودش که راجبش یه مقداری صحبت کنم من خیلی پیش اومده بود که من میتونستم یه سری اپیزود درست کنم دقیقا در همون لول تکامل فقر و اون بدترین ترک تاریخ متال ایران و اون متین دو هنجره و ترولایی که من میام انجام میدم دقیقا یکی کسایی که میتونستم اینم چی کاری انجام بدم کامنت اول بخونیم بعد بریم تو پیجش که من صحبت هایی دارم کامنت اولش رو پیدا نکردم و واقعتش حوصله ندارم بگیرم کامنت اول پیدا کنم ولی همین کامنتی که این بالا اومده یه نگاهی بندازیم بازم میگم با کمال احترام برای شما موسیقی محترم واقعا این کلیپ تحواوره که تهواور و کمال احترام قبل از نقطه تو یک جمله بیاد چیز عجیب و غریبیه اون بیلی دنسی هم که لایف های متال میشه کاملا متفاوته با این حالت سخیف و داغون می تنها تنها تفاوتی که داره اینه که یک بند ایرانی بیلی دنس انجام داده بگه نه ما هفصون رو میاریم ببینیم و اینجا یه مقداری مشکل دارم با اینکه شیر تحویل مخاطب بدیم و فقط یه دونه کامنت بذاریم و دو تا یکی گوساله فقط بیان لایکش کنن این چیزیه که ما داریم اینجا میبینیم اصلا بلیدنس یه بلی یعنی این چی که متفاوته بازم قصد توهین ندارم ولی این کلیپ با این استال کذایی این خانم واقعا فاجعه است من واقعیتش لقب امه علی و خیلی دوست دارم به کار ببرم امه سر اینکه انگار یک عمه اومده کامنت گذاشته عمه جان من خیلی احترام دارم به تو میذارم ولی لطفا هجاب تو رایت کن یه همچین وایوی داره این کامنت میده اختلاف توی فقط لباس و میکاپ نیست توی خیلی چیزای دیگه است از نوع پرفورمنس و نوع رقصیدن و هدبنگ زدن های به موقع روی ریف های گیتار اینقدر این کامنت کس شده، من اصلا میخوام بگهش بخونم جواب احسان رو ببینیم گفتی اون بیلی با این بیلی چه فرقی داره بیلی دنس اومده گفته که واقعا مسخره نمی کنم توضیح بده فرق اون بیلی دیانا بستت یا موزیک پارانوید بلک سب رقصیده با این چیه و کلی واکنشی واکنشه کسشری از عملی داریم اینجا میبینیم و به تمام تمام کامنت پاسخ داده پاسخ ها شری یعنی انقدر پاسخ فشارین منو چون ببین اه دارم میگم وقتی که یکی رو الکی بادش کنی سوریلند اتفاقا یه دونه کلیپ پروژه به این داستان داره راجع استاد قارگوز اگه اون کلیپ رو ببینید کامل متوجه میشید که از چه نوع آدمیه واقعا امیرعلی منطقی بریم تو پیجش من فقط یه تایمی بخوام بزنم راجع منطقیه منطقی که مقداری صحبت کنم یکی از آدمای عجیب و غریب این سین یعنی شاخ مجزی عجیب و غریب این سین که فقط پترول کردن اومده بالا و ما از این قبیل آدم ها کم نداریم تو این سین که عملا ترولن و به خاطر اینکه این سری رسانه کوسشر که عدد نسبتا اوکی دارن تو اینستاگرام اینا رو باد میکنن صرفا میان بالا برای رسانه ای متال ایران هم چیه بچا گشنه به کوالیتی کلا کاری نداره هر کوسشری که بهش بدیو میاد بالا سر هر این چیزی که میخوام نشون تو بدم تلگرام یه مقدار صحبت کرده بودم ولی اینجا ببینید دوستان عزیز حتما این پست رو پست قبلی رو چک کنید این سولو سولوی همون آهنگ هوای این کاری که امسال جزو 10 آهنگ برتر راک متال شده در کدوم سورس و تو کدوم سایت حتما کامنت از سایت AHT ای ای گروپ دانلود کنید تو سال 2023 اواخر 2023 التماس کردم واسه دانلود آهنگ جیدی تو خیلی باید عقبتر از این حرفا باشی خیلی تو باید عقبتر از این حرفا باشی یعنی بحث خرید نیست دیگه چون میدونه کسی نمیخره بحث گوش دادن از اسپاتیفای یوتیوب هم نیست چرا چون خایمالایی که میان لایک میکنن فقط در اون حدیه که مثلا ببین ما داریم لایکت میکنیم ولی میدونن که مثلا پلی اسپاتیفای و پلی یوتیوب اینجوری نیست که تو بزنی ببینی یا پلی کردن واسه همون اهمیتی واسهشون نداره و اونجا در پلتفرم مانیتایز شده نمیرن بهش بیو بدن ولی خب توی داستان دانلود کردن تو میتونی راحت فیک بزنی عدد رو تغییر بدی و بگی آقا مثلا ترک من یه میلیون دانلود داره اهمیتی داره مت اصلا جوریه که تو خندت میگیره که اصلا با چه سورسی با چه چیزی تو داری هم چه حرفی میزنی و این مت کسوشر دفاعیه داره دفاعیه رو یه نگاه بندازیم روز بچه ها امیدوارم حالتون خوب باشه بچه ها یه سری اومدین تو دایرکت حالا شخص بوده بند بوده اومدین گفتین که آقا شما موزیکتون رو کجا دادین که اونجا منتشر کرده و به عنوان ده موزیک برتر سال 1401 انتخاب شده که ما هم موزیکمون رو همونجا بدیم ما هم دیده شیم ما هم مطرح شیم و جز موزیک های برتر انتخاب شیم دوست اینن استاد گارگوزا یعنی قشه سوریلند ساخته از این جنس آدم کامل درست کرده ویدیو دوست عزیز ما موزیک و جای رو جای خاصی ندادیم موزیک منتشر شده و علت این که بالا اومده بر اساس آمار دانلود بوده دانلود خود شما مردم و کامنت های کارشناسی خود شما نوازنده ها و آهنگساز ها موزیک میاد بالا درسته ایران در سانسور جمهوری اسلامی قرار داره بلی تو توی طویلن واسه چار تا گاوم هم یه همچین دلایلی بیاری یه جوری ما میکنه که بهت میگه کسشر تحویل من نده یعنی چی تعداد دانلود از پلتفرمی که مانیتایز نیست پلتفرمی که نونیمه همون پلتفرمی که داره میگه از اونجا دانلود شده نونیمه تعداد دانلود اونجا باعث شده که یکی از بهترین ترک های متال دنیا قرار بگیره و شش تا خایمال اومدن تعریف کردن از اون موزیک تاپ داستان قرار میگیره ترک یه سری هم اصلا جدی پیکای گیتارشون بوی خایه میده جدی انقدر خایه میکنن واقعا تو سین عجیب و غریبه یه همچین داستانی و نظر اونا نباید اهمیتی داشته باشه نظر کسایی باید اهمیت داشته باشه که کارشون اینه که دارن نقد میکنن کارشون اینه که دارن پروموت میکنن و اون پروموتو پول بهش نمیده که اون کار انجام بدن رسانه دو هزاری که تو هیچ پلتفرم هیچ چیزی واسه گفتن نداره خود رسانه به هیچ دردی نمیخوره موزیکو جای خاصی نمیدن که به عنوان ده موزیک برتر مثلا حالا انتخاب شد ببین من هیچ چی نو کامنت تو فقط بریم به خاطر اینکه یه سری انقدر واضحه انقدر مشخصه من توی تلگرام مثلا راجع صحبت کردن میخوام حرف تکراری بزنم فقط میخوام نشونتون بدم که با چه شخصیتی اومده چه کامنتی یه کامنتی گذاشته یه مقطعی هر کی مختار موزیکشو با هر سلیقه‌ای با هر استایلی که دوست داره بده بیرون و بر اساس آمار دانلود خود مردم و نظرهای کارشناسی خود نوازنده و موزیسین ها در کامنت ها اون موزیک به عنوان موزیک برتر شناخت دلم میسوزه جدی دلم میسوزه سوزه بسش جدا کسایی که دورتن دوستت نیستن جدی پاک پاکسازی مهمی باید دورو کنی و نظر من سر اینکه فقط دارم بادت میکنم جدی فقط انقدر اعتماد به نفس کاذب داری که باعث وجود اومدن یه همچین تو خودت شده که تعداد دانلود موزیک من باعث شده که جزو ده تا ترک برتر تاریخ متال 2023 قرار بگیره ترکی که عملا هیچ کم نشینده تا الان به کامنت کوچر خیلی زیاده و متاسفانه چند تا ساید اصلا عجیب و غریب شدن بچه‌ها یعنی این سه موزیسینایی که حالا من خودم به شخص اوکی ام باشونم یه سری کامنت عجیب و غریب گذاشتن بریم سر ویدیویی که احسان ایمانی منتشر کرد و توی ویدیوی احسان ایمانی که منتشر کرده بیشتر و بیشتر صحبت کنیم رو به بالا مسئله ای که پیش اومده و به نظر من مشکل اصلی جماعتی که اومدن کامنت منفی گذاشتن یه جورایی موفقیت احسان ایمانی حساب میشه یعنی می و اسم گنده احسان ایمانی میدم چی میگم یعنی عملا حس میکنم یه کینه ای که چندین سال یه سری از احسان ایمانی داشتن سر حالا لول کاری که این آدم داره باعث وجود اومدن همچین داستان شد ببین کار کار ابدا پیور و عجب و غریبی نیست خیلی هم جای انتقال داره ولی به تنها چیزی که تو نمیتونی انتقال کنی ویژوال تصویر و اون بری یعنی از انقدر درست و خوب وارد شده اون بریدنسر که اصلا نمیفهمم نمی چرا باید تو انتقال کنی راجب این داستان تو اگه مشکلت با هیپاپه که تو راه اصلا داری تو اصلا جان رو متوجه نشدی تو اصلا موزیک رو واقعا متوجه نشدی صرفا تعصب تخمی که حالا اسلام به تو داده رو در قالب متال تو داری ارائه میدی یه همچین داستانی حالا نه فقط اسلام دین به تو داده رو تو تو ژانری داری انتقاد میکنی از این داستانی که این ژانر موزیک نیست این متال نیست فلان اینجور چیزا اینا کامل حل شد یه تایمی اوکی راک استارا حرفی میزدن که هیپ موزیک نیست و فلان اینا ولی چرا یمچین داستانی میزدن چون یه پول گنده ای داشتن در می آوردن و اصلا نمیخواستن رقابتی وجود داشته باشه یه ژانر دیگه واسهشون تو اجرای لایو و اینجور چیزا و یعنی همین الان توی عربستان شبی که متالیکا داره اجرا میکنه ترویس اسکات هم اومده میزنه یعنی یه همچین داستانیه تو موزیکو داری گوش میدی که حال کنی موزیکو داری گوش میدی که لذت ببری اگه مشکلت با هیپ هاپ و رپ تو اصلا داستان و اشتباه اومدی و تو تو گار خودت باید موزیک تو گوش بدی و عملا حق نظر راجع به خیلی چیزها رو اصلا نداری در اون شکل میدونم چی میگم ولی اگه مشکل کیفیت کاریه که احسان و حمید منتشر کردم من خودم بگم اون, اون کابر رو من دو خودم دوست نداشتم واقعیت خودم دوست نداشتم دلایل زیادی هم داره اتفاقا میخواستم راجع به دلایلم ب... به امین داشتم میگفتم اون چند سوش پیغام داشتم صحبت میکردم میگفتم که من مثلا میخواستم این کار به خصوص و مثلا راجعش بهم حرف بزنم ولی انقدر داستان رفت به سمت چیزهای دیگه‌ای و انقدر کوسچر وارد این داستان شد و اون سینه تا ایران انقدر عقبه و انقدر مونده هنوز تا به روز پیش بره و انقدر نمیدونه که داره به روز چه اتفاقی اون بر سر اینکه میگم وقتی رسانه های بزرگ این جان عملا تخمشونه و هنوز که یعنی رامشتاین متالیکا گاییدن ما رو با چهار تا بندی که خودشون گوش میدن اطفنا یه همچی یعنی داستان پیش میاد یعنی س... الان نمیدونن که اصلا یکی از ساب که داره میاد که متال و... به سمت مینستریم بیشتر و بیشتر شوق بده و عملا تیک تاک دست این ساب ساختگی که حالا یه سری موزیسین اسمش رو گذاشتن بدی کره همون دافایی که دارن اینو بهش انتقاد میکنن که نباید بیان همینا دارن حالا یه سری موزیکو مینستریم میکنن توی تیک تاک اونور مارکتینگ عجیبه غریبی واسه خودشونه این چیزی که داره اتفاق میفته مشکل داری باش یا مشکل نداری یه بحث دیگه ای. اگه مشکل هم داری میتونی در یه قالب دیگه ای ارائه بدی یا کار خودتو انجام بدی یعنی انتقاد اگه به اینسترومنتال کار باشه اون یه بحث دیگه ایه و اونم در یکی لولی وارد نیست چرا چون کار کاور به همین کار کاورم هم مثلا یه سوله عجیب و غریب احسان توش گذاشته بریم ویدیو احسانو ببینیم خب به میکروفونم گذاشتم که خیلی دقیق و واضح در مورد پست آخری که گذاشتم و کامنت منفی و توهین آمیز زیادی که گرفتم گفتم چند تا رو بهتون بگم به خصوص به کسایی که گفتن انتظار دیدن همچین کاری رو از من نداشتن خب خیلی تو منو نمیشناسین منم حرفی نمیزنم تو فضای مجازی برام این بهتر دونستم که بگم ببینید من به هیچ من خودم رو یه متال هد نمیدونم یعنی من اصلا دوست ندارم این داستانی که احسان میگه من خودم به هیچ من یه متال هد نمیدونم دارم میگم اتفاقی که دیر یا زود واسه خیلی میفته یعنی من با هر آرتیست کار درستی که الان آره یارو عملا گایده داستانه و جور عجیب و غریب خفنی داره میره جلو صحبت میکنم تو بچه یه چیز کسی که در مدرن کار میکنن خیلی اصرار بر این دارن که من متال هد نیستم سر چی؟ سر اینکه متال هدای ایرانی آدم های تاکسیک و روک بگم کسی که صرفا چون دارن متال گوش میدن آدم که یه جورایی هیچی نشدن در یک و اون موسیقی سنگین گوش داده بهشون اعتماد به نفس رو میده که از بقیه جدان به همان شکل بقیه هم. شکل تمام چیزی هن که جمهوری اسلامی درست کرده از مردم یه همچین حالتی هم. و صرفا سلیقه موسیقی تو اینکه تو میتونی مثلا ریف تشخیص بدی و یه موزیک که سنگین گوش بدی بتونی بلست بیت گوش بدی یا اینجور چیزا باعث نمیشه که تو آدم درست حسابی باشی یا فرق کنی حالا با اون سگ و شوالی که داری بهشون انتقاد میکنی تو دقیقا همونی یعنی در یک لولی تو یک ارزشی هستی که میتونی به لطفیس گوش بدی همچین حالتی و خیلی از هایی که دارن مدرن کار میکنن اصرار بر این دارن که ما متال هد نگیم احسان همینو داره میگه خیلی از رفقای خودم همین رو دارن میگن و توی یه سری اینترویو که کس انجام دادیم همین دارن میگن سر اینکه تاکسیکن سر اینکه این متال بودنه برخلاف اینکه در جای جای دنیا ما نگاه کنیم وقتی که تو میای سمت موسیقی متال یعنی تو باید هنجار یعنی میتونی تو هنجارا رو بشکنی یه دریای یه موزیک شلوته که راجب هر کسو شعری که تو بگی موزیک راجبش درست کردن هر چیزی که بگی توی موزیک جا دادن تو آوانگاردش بگیر که دی اف سی میاد بعد اون بلک متال عجیب و غریب که ارائه میده 30 بی ثانیه بیت رپ واسه تو میذاره یا پست نواری که میاد یه ترک ایت و ایت فرنچ رفت میده بیرون تو آلبوم بلک متالش یعنی یعنی تو محدودیت نداری محدودیت محدودیت گذاشتی کنار و وارد این شدی تو ایران برعکسه تو ایران مثل کالس دارن باش برخورد میکنن و مثل یک دین دارن باش برخورد میکنن چرا چون کل بهبریت شخصیتیشون حتی دختر رو بر پایه این گذاشتن که من متال گوش میدم پیف پیف شما کس شرید چون من دارم سنگین تر گوش بدم ندارم تو چارچوب و دسته بندی خاصی قرار بگیرم به خاطر اینکه اصلا اعتقادی ندارم که یه سبک موسیقی بهتر یا بدتر از یه سبک دیگه موسیقی باشه رپ راک متال پاپ همشون برای من به یه اندازه قابل لذت بردن و همین تعصبی هم ندارم که فکر کنم حالا با مخلوط کردن یکی از این سبک های موسیقی با یکی دیگه از اوهات یکیشون کم میکنه نه و از طرف دیگه در مورد آرتیست های مختلف من در جایگاهی نیستم که بخوام راجب یا یه آرتیست دیگه نظر بدم و قضاوتش بکنم که به این نتیجه برسم که حالا یا خودش یا شخصیتش یا سبک کارش محتوای کارش سطح پایینه نه من لزوما کاری رو انتخاب میکنم که خودم دوست دارم یا از حاشیه امن من خارجه و اون چالشش رو دوست دارم برای همینم هم کار مختلف کردم تا حالا از فولک فارسی تا کاورهای مختلف دانس پاپ کانتری از تیلور سویفت تا کیتی پری همه‌شون رو تجربه کردم Actually خیلی از بنده موفقی که اونور حالا مدرن کار کردن در کارهای اولیهشون کیتی پری کاور کردن و همون اصلا ترند شد و باعث این شد که حالا دیدشن و باعث موفقیتشون شد که بعدش اومدن اصلا گاییدن داستان خیلی از بنده هستن سری بنده هستن که اصلا روی بازی اومدن یعنی عملا از اومدن مثلا اون حس سوالی که مثلا هیلو شداف اینتت هیلو بهشون میده که ترین بازی دنیا هیلو بهشون میده میان مثلا ترک میسازن خیلی بند وجود داره خیلی من وجود داره با عقیده, م... عقیده های مختلفی با چیزهای مختلفی که همین کاری انجام دادن و اینکه اجی... اگه مثلا دختر آوردن تو موزیک ویدیو قرار بود ویو بده که الان انقدر ایزی کوس که شما رو بیار دیگه اگه اینجوری تو بیا با 2500 لیر یه مدل رو برد بیار یه ترند اینستا بساز مثلا به چه دردی میخوره تا جایی که میتونستم حالا یا خوب در میاد یا خوب در نمیاد و این کار رو هم ادامه خواهم داد یعنی تجربه های مختلف رو انجام میدم فقط نمیخوام که متال کار کنم و بر رپ و متال هم حالا در تکمیل صحبت های رسان نمیم اشاره کرده اینه یا نه رپ و متال هم یه جانیه که رپ راک مخصوصا انقدر قدیمیه و انقدر بند خفن و آلبوم خفن وجود داره تو این جان و تلفیق این دوتا جان انقدر خوشگل در کنار هم قرار میگیره که اصلا کس شعر تو بیای تو 2024 الان 2024 این بیای راجع به این حرف بزنی ای که آقا من رپ و متال رو تلفیق کردم و بقیه بعدشون اومده میگن مثلا تو داری او متال کم میکنی احمق ریجگست ماشین برو ببین چکار کرد با رپ راک بیای جلوتر خود لیمبیسکی حالا خیلی دوستش ندارن و حال نمیکنم باش ولی برو این لیمبیسکی چکار کرد خود استیبنات چکار کرد کویتلور رپی که اصلا کویتلور داره میکنه تو آلبوم اول استیپلود رو ببین چه همین کسایی که دوست ندارن شما که دوست ندارید اینجور کارا رو از من ببینید یا انتظار دیدنش رو ندارید من فکر می کنم تصمیم حرفه‌ای و عاقلانه این باشه که بچین اینکه اعصاب خودتون رو خرد کنین و کامنت توهین آمیز بذارین منو دنبال نکنین منو آنفالو کنین چون من به هر حال کاری که دوست دارم انجام میدم اونطوری خیال خودتونم راحت تره منم به زندگی خودم میرسم مخلصم توضیح کاملا اوکی بود که احسان داد و اینقدر بحث بحث, بحث کوچر و پیش پا افتاده و واسه امسال نیست روی من خیلی تاکیدم روی اینه که واسه امسال نیست این کار این چیزی که اگه هم قرار بود بحثی ایجاد چرا به یه همچین چیزی 15 سال 20 سال قبل باید یه همچین بحثی انجام میشه تو سین ایران نه حتی اونور تو سین ایران و 20 سال قبل حداقل به این داستان حرف زده میشد که یه تلفیق این دو تا ژانر باعث وجود اومدن بستر پیس میشه و باعث وجود اومدن کوسچر میشه و این اصلا کابر آل ندید سین ایران همیشه همیشه آرتिस्टا رو ناامید کرده و مثل که قرار نیست که حالا حالا ها حداقل درست شه این ویدیو رو صرفا من واسه نسل جدید دارم درست میکنم به خاطر اینکه خوشبختانه 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 تارگت هدف من کسایی که تازه دارم و موسیقی مثال آشنا میشن و سنشون کمه درسته خیلی از های خیلی قدیمی سی سال چل سال کسایی اه... کسی که کالکشن عجب و غریب دارن لطف من دارن با هم صحبت میکنن به من معرفی میکنن اینجور چیزا میشیم صحبت میکنیم و اینا اینا به کنار خیلی موزیسیان خفن ولی خوشحالم که خیلی از کسایی که تو نسل جدیدن و تازه دارن با این موسیقی آشنا میشن با ویدیوهای من دارن آشنا میشن و هدفم هم من جذب مخاطب جدیده و حرفی هم که دارم میزنم همینه دشمنی با هیچ ژانری نداشته باشید با هیچ ژانری و با تلفیق هیچ چیزی هم مشکل نداشته باشید مین استریم شدن هم به معنی بد بودن نیست به هیچ عنوان شاید در یک لولی خلاقیت رو بکشه و باعث وجود اومدن این که تعداد زیادی ترک مثل هم توی مارکت وجود داشته باشه اینجور چیزا ولی هنوز که هنوز ما اصلا مارکتی نداریم که اصلا بخوایم به این فکر کنیم که آقا این کار مینستریم این کار مینستریم نیست همه دارن تلاش میکنن سر اینکه جای خودش رو این جان توی ایران پیدا کنن کلام آخرم اینه که شبیه عملی نباشید و دوستاتون علکی باد نکنید که با اعتماد به نفس تو سوشال میدیا فقط بیان کس شر تحویل بدن دمتون گرم تو ویدیو بعدی موزیک خوب خوب قهوه ایش کردی و چشاش گرد شده بود خب یکی باید بهش بگه صداد مزخرفه دیگه هی بهش میگین استاد توهم برش داشته